با سلام خدمت همه تریدرها امروز یک شنبه است ارزم به حضورتون که سی می و طبق روال هر یک شنبه ما داریم سعی میکنیم آنالیز هفتگی هفته آینده رو با همدیگه تنظیم کنیم ابزارهایی که پتانسیل ترید دارن رو با هم دیگه انتخاب کنیم پتانسیل های ترید رو با همدیگه چک کنیم که بتونیم یه هفته خوب رو شروع کنیم همیشه من طلا و نفت و گاز رو و چند تا از جفت ارزهایی که به نظرم پتانسیل بهتری داشتن رو معرفی میکردم ولی تو از این ویدیو به بعد به بارتی ما سعی میکنیم به چند تا از کوین های معتبر هم که دوستان خیلی روش نظر دارن بپردازیم یعنی در کنار ابزارهای سابق ما بیت کوین بی ام بی اتریوم هم بررسی میکنیم ببینیم که چه ظرفیت دارن و آیا در هفته پیش رو میتونیم ازشون به نفع خودمون استفاده بکنیم یا نه خیلی خوب الان من میخوام برم اول چند تا از این کوین هامون رو بررسی کنم بعدا میریم فارکس فکتوری رو چک میکنیم و میریم سر وقت چارت فارکسمون و قبلش من این نکته رو عرض بکنم همونطوری که متوجه شدین من کامنت هامون رو بستم و دیگه هم کامنت هامون باز نمیکنم. از اینجا خواستم از تمام عزیزانی که اظهار محبت میکردن نسبت به این کانال نسبت به شخص بنده عذرخواهی کنم و تشکر بکنم با باید تمام حمایت هاشون و همه عزیزانی که ما رو سابسکرایب میکنند و ویدیوهای ما رو دنبال میکنند و علت این قضیه رو جایز دیدونم که توضیح بدم حتما ببینید متاسفانه بعضی ها در پایین کامنت ها میان آیدی میذارن و با تخریب بنده دوست عزیزی که سال پرسیده رو به سمت خودشون جذب میکنن و طلب پول میکنن بابت مثلا میگن دانشوی من بودن که دوره های من فیلمش رو دارن چه کاریش تو بیا مثلا 100 دلار به من بده من فیلم ها رو برات میفرستم من قبلا نسبت به این قضیه بی تفاوت بودم چون فکر نمی کردم که کسی همچین اعتمادی بکنه ولی تعداد اعتماد کننده ظاهرا زیاد شده چون توی واتساپ من فیدبکش رو گرفتم میان به من میگن که آره من مثلا همچین اتفاق افتاده پول دادیم نشده فلان شده چه کار کنیم خب من که نمیدونم شماره تلفن من ایمیل من پایین همه ویدیوها هست اگه کسی با من کار داره میتونه از با من ارتباط بگیره به غیر از من کسی اجازه نداره از طریق کانال من شما پولی دریافت بکنه به هر عنوانی و یه مطلب خیلی 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 وشتر دیگه هم که اتفاق افتاد باز خب هممون جزوی خانواده هستیم دوستانی که تو این کانال هستن همشون مثل من دنبال این هستن که در طول یک هفته بتونن پروفیت کسب کنن ما هممون جزوی یک خانواده ترید هستیم اگه من ضرر کنم باعث میشه بقیه‌تون ضرر کنی اگه شما ضرر بکنید من ناراحت میشم قرار نیست ما قرار هممون تو با استفاده از معلومات هم دیگه حالا در اون حدیش که میشه اشتراک گذاشت بتونیم به معروف سوداور باشیم پس هممون یک هدف رو دنبال میکنیم پس مثل یک خانواده داریم رفتار میکنیم یک مطلبی که خیلی خیلی زشت بود و خیلی من ناراحت کرد و یکی دیگه از دلایل بستن کامنت ها بود طرف میاد توی کامنت ها به من توهین میکنه بعد میاد توی واتساپ به من میگه دو میلیون به من بدی من میرم کامنت رو پاک میکنم و نمیدونم میام اول تعریف میکنم من نه احتیاجی به تعریف کسی دارم نه به کسی باج میدم از همینجا اعلام میکنم آقایی که میای میگی کانالت تا چند ماه قبل 600 تا سابسکرایب داشت الان شده 4000 تا انقدر به ما ندیم ما میایم تخریب میکنیم فلان میکنیم بیسال میکنیم دوست عزیزی که میای فوش میدی میای میگی به من انقدر بده من فوق شما پاک میکنم من به کسی باج نمیدم چون من خلافی نکردم عزیزانی که ویدیوهای هفتگی من رو دنبال میکنن آموزش هایی که روی کانال من هست رو دنبال میکنن بارها و بارها و بارها زنگ زدن تماس گرفتن و من واقعا خوشحالم که تونستن با استفاده از علم من کسب درآمد بکنن پس شما نمیتونین منو تخریب بکنین چون کسایی که باید منو میشناختن شناختن, شناختن. اونایی هم که قدرت تشخیص ندارن دهن اینو اونو نگاه میکنن که دیگه خب وضعیتشون مشخصه و معلومه چه آینده در انتظارشونه صحبت کوتاه میکنم برمیگردیم سر وقت کارمون ما الان اول داریم بیت کوین رو چک میکنیم بیت کوین به یو اس دی تی همونطوری که میبینین الان بیت کوین دوباره 35400 خورده ایه ولی یه چیزی رو خوب توجه کنین بیت کوین بعد از سالها تونست یک اصلاحی انجام بده که بیاد پایین مووینگ اوریج 200 محض اطلاع دوستان ما اینجا ای مووینگ اوریج 200 داریم اس ام ای یه مووینگ اوریج سی داریم یه مووینگ اوریج 10 داریم میتونین 50 یا 20 تا بذارین فرقی نمیکنه بس به شرایطی که خودتون دارین کار میکنین ما برای اولین بار بعد از یه مدت طولانی اومد و مووینگ 200 رو قطع کرد از پایین بهش تاچ کرد نتونست عبور بکنه و الان تو مسیر برگشته ولی یک چیزی هم نباید در نظر بگیریم اینجا دوبار هم خواست از عدد 32 رد بشه نتونست رد بشه حالا چه مانعی هست مانعی سنگینی وجود نداره جز یه سطح مقاومتی که از قبل بوده خب بیت کوین به نظر من تا موقعی که این تو هست به درد هولدینگ نمیخوره یا باید اگه از این سطح بشکنه بریز پایین تر خب احتمالا ریزش سنگینی خواهد داشت تا حوالی عدد 20 همون توضیحی که یه با خدمتون داده بودم. ولی اگه قرار بیت کوین بخریم که خودم میخوام این رو بکنم اجازه میدم بیت کوین بیاد این بالا تثبیت بشه تا وقتی که این بالا نبینمش من بیت کوین نمیخرم چرا اگه بریز خیلی پایین تر در کف خیلی خیلی پایین این کارو میکنم اگه توجیهی داشته باشه ولی الان صحبت این محدوده دارم میکنم تا مادامی که تو این محدوده داریم میبینیمش یعنی تو همون رنج سی و خورده ای تا مادامی که از اینجا بالا نیاد من بیت کوین خریداری نمیکنم خب پس این یک به قول معروف تاکتیک خودم نه که بدون این اول تا زمانی که تو این رنج هست من میخوام کار کنم میریم اتریوم ببینیم آه توی بیت کوین یه چیز دیگه هم بتونه نشون بدم الان دو بیت کوین بیت کوین هفتگیشو ببینین تو تا هفتگیش اصلا به قیافش نمیخوره که بای داشته باشه ها این همون فقط مقاومتی که گیر کرد از 32 کاری ندارم ولی ببینید دو هفته صعود سنگین سنگین و الان اینجا هم یه شدوی بلند سبز داریم والیوم هم ببینید با چی طرفیم من فکر می کنم به اون راحتی بتونه خودش رو با بکشونه بالای چهل احتمال داریم اصلاح مسیر ریویش بیشتری داشته باشه خب پس فعلا من فکر نمی کنم بیت کوین بشه ازش بای گرفت تا مگر اینکه بیاد اون بالای 40 که گفتم بریم اتریوم خب اتریوم الان که داریم می صحبت میکنیم کنیم دور بر 2400 دلاره خب اتریوم و بی ام بی جفتشون با بیت کوین یه فرقی دارن اونم اینه که اینا توی این اصلاح مسیر سنگینشون مووینگ اوریج 200 شون رو نتونستن قطع بکنن خب احتمالا مووینگ اوریج 200 شون جلوشونو بگیره یعنی دارم راجع به این صحبت میکنم اتریوم تا 1750 دلار که اومده بود اتریوم نهایتا رو مرز 1500 تا 1700 اون دور بر بخواد بازی کنه من دوست دارم اتریوم اگه یه بار دیگه بیاد بشینه رو مووینگ دیویس اینجا یه حالت پرایس اکشنی شکل بده من دوست دارم اتریوم بگیرم اگر هم نیاد پایین باز ترجیح میدم که بره بالای 3000 که بخوام بخرمش اینجایی که الان هست معلوم نیست چون معلوم نیست نمیخوام بخرم خب یا ممکنه شما همینجا بای بزنی اتریوم بیاد پایین تر خب رقم خب، قابل توجهیه م... تقریبا 700 دلار تو هر واحد میخواد ریزش بکنه تازه اگه مووینگ دیویستو کلا قطع نکنه که بخواد بریزه پایین تر خب پس اجازه بدین اگه میخوایم بای بگیرین مسیر برگشت رو ببینین رو بای بگیرین هر مسیر برگشتی شکل نگرفته و چیز دیگه هم که دوست دارم نگاه کنیم بی ام بی سه ارز قوی تر بازار داریم چک میکنیم دیگه امروز 323 دلاره بی ام بی 200 دلاری خوش اونایی که خریدن شاید بی ام بی فعلا 200 دی دلار دیگه نبینه اون موقع که رسیده بود اینجا جای خوبی بود برای خرید کردن حالا امیدوارم دوستان اون موقعی خریدی زده باشن بهش که اتفاق خوبی هم افتاد تقریبا پولشون نمیخوام بگم دو برابر ولی نزدیک دو برابر شد سود ده خوبی داشت الان چی؟ الان نه الان که اینجا هست به نظر من بای نداره ممکنه باز هم برگرده تا مووینگ دیویز خودش رو بخواد اصلاح کنه حتی این فرضم نباید نادیده بگیریم که شاید بتونیم دیویز رو بشکنیم به سمت اعداد پایین تر غیر ممکن نیست راحت هم نیست هاری. ولی ولی اگه میخوایم بای بگیریم یا بهتر بچسبه رو این رو این یه ریسکی بکنیم و یه بایی بگیریم یا بهتر صبر کنیم برگرده دوباره بیاد رو مرز 400 400 رو رد بکنه با خیال راحت بایی بگیم بیایم بگیم اوکی مسیر رفت و برگشتمون به این صورت انجام شد الان اینجا تو مسیر برگشت من میخوام یه جایی ازش بایی بگیرم اون پدیده پدیده درستی اگه بخوایم اون کارو بکنیم خب این از این حالا میخوایم بریم سر فارکس قبلش میریم فارکس فکتوری رو چک میکنیم ببینیم تو هفته آینده چه خبره هفته آینده دوشنبه ما تعطیلی بانک ها در بریتانیا و آمریکا رو داریم بازار سهام تعطیله پس و تو حوزه پوند هم خب طبیعتاً تریدی نمیتونیم کنیم بعد دو تا اقتصاد خیلی بزرگ دنیا تعطیلن کلا شاید اول هفته خیلی دوست داشتنی واسه ترید کردن نباشه بس حواستون باشه دوشنبه پولتون رو به خطر نندازین سه شنبه ما یه اخبار در حوزه استرالیا داریم خیلی چیز مهمی نخواهد باشه زیاد بهش توجه نکنیم ولی سه شنبه اتفاق مهم داریم نفت جلسه اوپک خب سه شنبه حالا من جلسه اوپک سه شنبه یادتون بمونه دو چارت نفت اینو میخوام بهتون توضیح بدم چارت نفت خودش رو عدد حساسی گیر کرده به خاطر همون با این جلسه اوپک میتونه اتفاق خیلی خاصی بیفته خب حواسمون هست من اونجا دوباره باز اینو یادآوری میکنم جلسه رو ارزم به حضورتون که همون سهشنبه یه اخبار قرمز البته اخبار به در بخوری نیست تو حوزه آمریکا داریم تو حوزه بریتانیا داریم اینو ولش کنین تو حوزه استرالیا چهارشنبه جی دی پی سه ماهه رو داریم این اخبار مهمیه میتونه رو دلار استرالیا تاثیر بذاره تعطیلی بانکار داریم روز چهارشنبه در ایتالیا مهم نیست ایتالیا اقتصاد خیلی بزرگی در اروپا به حساب نمیاد نمیتونه تاثیر خاصی تو حوزه یورو داشته باشه اینو پس بهش توجه نکنین ارزم به حضورتون که تا میرسیم پنجشنبه که بازم یه اخبار لیبل قرمز داریم تو آمریکا اینم به درد بخور نیست جمعه چیزی که من هر ماه منتظرشم <تص> نرخ اشتغال و بیکاری آمریکا و کانادا با همدیگه توی زمان داره اعلام میشه ساعت سه به وقت ترکیه خب یعنی تقریبا ساعت پنج به وقت ایران این اخبار استراتژی زمان خبر داره خب فقط یه چیزی توجه کنین قبلش هم فدرال رزرو سخنرانی داره امیدوارم این سخنرانی این اخبار ما رو خراب نکنه وگرنه این خبر از اون خبرهاییه که استراتژی زمان خبر عالی میتونه داشته باشه پس یک جمعه فکر کنم رویایی باید داشته باشیم به شرطی که فدرال رزرو خراب نکنه اخبارمون بریم سر وقت چارتامون خب طبق معمول همیشه با اندکس دلار میخوام شروع کنم و ببینین شاخص دلار اگه خوب توجه بکنین روی مرز حساسی حوالی عدد 90 داره بازی میکنه توی کانال درست کرده بین 80 و 90 داره بازی میکنه خب این به کنار هنوز تو کف اونجا کار خاصی صورت نداره میخوام برم دیلی شو ببینم توی دیلی قیافش قیافه برگشتیه ببینین ما اینجا بذاریم بزرگش کنم مثلا ببینین کافیه الان دوشنبه که میخواد بازار باز بشه ما این حوالی باز بشیم طبیعتا شروع یک ریزش جدید رو خواهیم داشت خب قیافه این چیزی که اینجا من دارم میبینم به نظر من بیشتر به ریزش میخوره و همطوری که میبینیم استوکستی که ما از محدوده 50 درصد خودش داره بر میگرده خب یعنی الان تو جهت برگشت قرار گرفته خب پس بهتر اینه که یکم توجه کنیم به این خب همجی خیلی راحت از کنارش نگذاریم منطقه از اونجایی که آمریکا اقتصادش شکننده شده ممکنه حالا تدابیری بخوان بیاندیشن که این باله ها بخواد باز بشه یه سلاح مسیر داشته باشه نمیدونم دوشنبه به این خوب توجه کنیم الگویی که الان تو دیلی هست از نظر من یک الگوی برگشتیه با پتانسیل یک ریزش ممکنه این محدوده قدیم رو رد کنه تو عدد پایین تر بیاد سب میکنیم ببینیم دوشنبه چی میشه تلا <تصفح> تلا،, تلا 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 فوق عالی بود یه هفته کاملا خوب داشت سعودی بود یعنی دو هفته سعودی خوب و چیزی که مهمه یعنی تو این چارت دیلی طلا رو میبینین خب اینو من عمدن یکم ریستر کردم که ببینین حالا می‌خوام یکم بزرگش کنم بریم سر وقت جایی که من بهش علاقه دارم ببینید این چارت دیلی طلا و به عدد خوب توجه بکنین جمعه مارکت کجا بسته شد رو عدد 1903 یعنی تونست خودش رو توی کانال 1900 نگه داره خب حالا کافیه فردا که بازار داره باز میشه از این بالا باز بشه اون موقع من خیالم کاملا مطمئنه که کانال 1900 رو مال خودش کرده با خیال راحت میتونه تا بقول معروف محدوده کانال 2000 بکشه خودش رو بالا خب علاوه بر اینکه می‌بینی یه آپترند خیلی معتبر و قوی هم داریم کاری ندارم ولی اینکه تونست تو این هفته 1900 مال خودش بکنه رقم همه فراز و فرودها این خیلی خیلی مهمه خب باید ببینیم خیلی دارم میخواد که این هفته این بالا باز بشه بشه باهاش یه بای خیلی, خیلی خیلی خوب رفت ولی خب سناریوی بعدی که از ضعیف داره ممکن این پایین باز بشه یعنی پایین کانال 1900 و بخواد یک برگشت مسیر انجام بده تا کجا همونجوری که میبینید بارها تا محدوده نزدیک مووینگ این آبی مووینگ اوریج 20 اینجا تا این طرف ها اومده پایین خب چرا که نه ممکنه یه بار دیگه بخواد تا این طرف رو خودش اصلاح کنه محدوده 1770 خب ممکن هر دوتا از اینا باشه ولی به شخصه علاقه دارم که اون بالا باز باشه که خیالم راحت باشه برای بای گرفتن اونجوری خیلی راحت تاره. و عرضم به حضورتون که بریم چارت نفت رو ببینیم اگه خاطرتون باشه گفتم سه شنبه ما جلسه اوپکو داریم که میتونه خیلی تاثیر گذار باشه چرا میتونه خیلی تاثیر گذار باشه ببینید نفت اومده چسبیده به محدوده سقف سا... چندین سالانه خودش به عبارتی در عدد 67 جلسه اوپک از این جهت میتونه تاثیر گذار باشه که به قول معروف سازوکاری درست بکنم که قیمت نفت افزایش پیدا نکنه و نمیدونم اگه بخواد بریزه میبینین فاصله خیلی زیادی رو ریختن داره تا محدوده عدد 50 تقریبا 17-18 دلار میتونه ریزش بکنه خب ممکنه با بعد ببینین الان استوکستی که منم پره پره آماده برگشته ممکنه جلسه اوپک واقعا تاثیرگذار گذار باشه و دوشنبه به نظر من پولتون رو درگیر این کار نکنین چون آمریکا و بریتانیا تحتیلن ارزم به حضورتون که سه شنبه هم جلسه اوپک بهترینه که صبر کنین بس جلسه اوپک ساعت مشخصی نداره دیدین کل روز جلسه اوپک بعد بذاریم ببینیم آخر روز جنبندیشون به چه صورت میشه شاید زمان مناسب برای ترید نفت تو این هفته چهارشنبه باشه تو بهتر دوشنبه و سه شنبه پولتون رو درگیر این مارکت نکنین از نظر من البته گاز طبیعی رو داریم گاز طبیعی به خاصی نداره کار خاصی هم صورت نمیده چیز به خصوصی هم نداره تا این فریم پایین ترش مثل یک ساعتش هم بخوایم چک کنیم میبینیم خیلی وقت اما هولوش مووینگ اوریج دیویست خودش داره بازی میکنه اعتبار و اعتمادی هم بهش به اون صورت نیست الان اینجا میتونه یه بای داشته باشه با توجه به اینکه که پایینه ولی باید اجازه بدیم بیاد این بالا این بالا ببینمش یعنی اونور سه هزار شاید بشه ازش بای گرفت خب ولی الان که هست جای خیلی خیلی خطرناکیه چون رو مرز 3000 و پایین مووینگ اوریج 200 بعد اجازه از اون حد بیاد بالاتر تا سعی از این بگذرم بریم چند تا جفت ارزی که جالب تر بودن نگاه کنیم یورو یو يو اس دی رو داریم یورو یو يو اس دی تایم فریم 4 ساعته همون طور که دارین می‌بینین نشسته رو کف یک مقاومت یعنی یک حمایت به عبارتی حمایتی که تبدیل به مقا... مقاومتی که تبدیل به حمایت شد خب و ما این چهار ساعتش رو نگاه میکنیم فاصله مووینگ از هم فاصله قابل قبولیه فاصله کوتاهی انرژی خوبی میتونه داشته باشه و یک چیزی که اینجا هست ببینید این کندل قرمز بلنده داره فشار رو بالا نشوند بعدش هم یه سبز داریم این سبز به این بلندی درسته این کندل آخر جمعه که بسته شد قرمزه ولی تو محدوده یک سوم بالاشه خب این خیلی میتونه جالب باشه اگه صبح دوشنبه این بالا ما باز بشه نمودارمون میتونه خیلی راحت تا اولین تارگتش اینجا رو بگیره خب پس حواس اون باشه و یک چیزی دیگه هم بگم این چیزی نیست که به اون راحتی بشه بهش سل زد خب باطن حواستون باشه اگه کندل قرمزین این طرفو دیدین فولی بهش سل نزنید برای سل زدن شو اصلا به چند روز زمان احتیاج داشته باشه که بتونه یک مسیر نزولی و شکل بده بیاد پایین مووینگ 200 اون به بعدش خب ذاتا من اصلا ندارم که این بخواد به تو فاز سل چون یکی دو روز حداقل ما رو الاف میکنه و اگه بخواد بره بای اون بالا قرار بگیره احتمالاً یک پوزیشن خیلی سری برامون درست میکنه بریم NZD USD ENVT USD تایم فریم 4 ساعت داشتیم ببینید نمودار من تو این کانال داره بازی میکنه اینم 50 درصد شد خب ببین و برگشت مرتب و منظمی هم داشته الان از 50 درصد کانال با یه دابل تاپ زیبا برگشت خورده نشسته رو 50 درصد کانال خب حالا روی 50 درصد کانال هست باید ببینیم با 50 درصد کانال چطوری خلاصه تکلیفش مشخص میکنه میره بالا یا نه میخواد بیاد تا کف پایینی با توجه به اینکه به این مووینگ ها نزدیکه احتمال اینکه بکشه بره بالا هست خب و واقعا شاید بره بالا چون دلار در حال تضعیف شدن بعد ما ان usd رو داریم نگاه میکنیم یعنی ممکنه دلار نیوزیلند در مقابل دلار آمریکا تقویت بشه خب پس اینم بد نیست نگاه کنیم بریم به کدوم سمت میره یورو رو بخوایم نگاه کنیم یورو کد تایم فریم 4 ساعتش هستیم خب ما یک مسیر ببینید پرچم درست کردیم به عبارتی خب یه مسیر نزولی اومد توی یک کانال سعودی اصلاحی رفت از اون کانال اومد بیرون اون کانال رو از جهت مخالف تاچ کرد الان آماده برگشته خب میتونه یک الگوی پرچم فوق العاده عالی باشه خب فقط یعنی اگه به قول معروف تا هفته بودیم خب این الان سل داشت منتها باید ببینیم خب طبیعتا بازار از هفته که بسته شد با در هفته جدید با یه گپ باز میشه یهو این بالا باز نشه مثلا اگه این پایین ها هر جایی باز شد این سل داره سل قشنگی هم میتونه داشته باشه بریم دیلیش هم یه نگاه کنیم دیلیش هم داره باز همون سیستم رو بهتون نشون میده استوکاستیک اونم در جهت برگشت پایینه خب اینم چیزی هست که میتونیم گوشه ذهنمون داشته باشیم برای دوشنبه ما اینجا aud USD رو داریم دلار استرالیا به دلار آمریکا تایم فریم یک ساعته ببینین یک ساپورت خیلی خیلی سنگین داشتیم این ساپورت بریک اوت شد پول بک زده شد بفتو که اون در حال برگشته نمودار میگم در حال برگشته آه فقط کافیه اینجا شما یک کندل قرمز ببینید برای سل همین خب پس اینم بد نیست ما داشته باشیم برای به قول معروف هفته آینده و عرضی که من خیلی دوست دارم NZD JPY یکی از ارزهای مورد علاقه من این عرضه همونطوری که میبینین ما تونستیم یک ما مقاومت قدیمی رو رد بکنیم روش تاچ بکنیم دوباره بکشیم بریم بالا و از طرفی هم روی مووین اورج بیستمون همچین واکنشی داشته باشیم الان هم استوکستی که ما تقریبا در محدوده پایین قرار گرفته اما تا کجا؟ توی دیلیش چیز خاصی نمیدیم فقط رفته بالا و مقاومت قدیمی نشسته روش میگم چیز خاصی نمیدیم خودش خیلی چیز خاصیه ولی کلن ولی اگه من اینو برم در تایم فریم ویکلی ببینم توی تایم فریم ویکلیش میبینم که این شرایط رو برای سعود بیشتر داره چرا؟ چون در سالهای گذشته یعنی 2018 در داریم نگاه میکنیم قلههای های بالاتری رو به دست آورده یعنی توی این محدوده خب پس چرا که نه اگه شرایط مهیا باشه ما از این بریم برای یک بای جدید برای سعود یکی دیگه از قله های قدیمیش یعنی نیو رکورد نمیخواد بزنه همون قله قدیمی ها رو میخواد یه بار دیگه فرد کنه که میتونه تو پس حواستون به اینم هست این یعنی میتونی هفته بای خوب داشته باشه برامون چون جاشو تثبیت کرده توی دیلی توی چهار ساعته اون بالا USDCHF رو داریم USDCHF چیزی به خصوصی نداره به نظر من بازار بازار آرومیه خبری نیست میبینید چهار ساعتش رو نگاه میکنیم کل دو هفته گذشته توی این رنج داشته بازی میکرده چی این چیز خاصی نداره من با این نظری ندارم که بدم باش تریدم نخواهم کرد چون نمیتونیم به اون راحت کردن از این بایی بگیریم و سل, گرفتنشون سل, گرفتنشون سل گرفتنش هم سل گرفتن خیلی سختیه چون توی مسیر دیلی اگه نگاه کنین ما مسیرمون خیلی خیلی نزول کرده خب حالا درسته قبلا تا این طرف ها بوده شاید یه باری تا اون طرف ها بیاد بعد خوب ببینین ما این مقاومتی که از قبل داشتیم مربوط به سال 2020 -20 این مقاومت به زیبایی رفت و برگشت اتفاق افتاد از پایین رو بهش تاش میکنیم نمیدونم بایی گرفتن ازش به این راحتی ها نیست ولی شاید شاید بتونه یه سل خوشگل به اون بده تا مثلا این ست چرا که نه به این طرف پس روی سلش میشه حساب کرد ولی برای بای نه خیلی راه سختی داره کد جی پی وای رو داریم ببینید کد جی پی وای داریم دیلیش رو نگاه میکنیم خب این عرض شاید قهرمان امسال بوده از اول سال سعودی بود یعنی از اواخر سال گذشته و ببینید تا این لحظه یه چیزی نزدی که جاید 1166 پی حرکت کرده خب خیلی مسیر زیادی رفته <تصال> الان دیلی هستیم توی دیلی همتون میبینین که این تراز قبلی رو بریک اوت کرده رفته بالا بعد کشیدم ببخشید اینجا خب حالا به یک چیزیش خوب توجه کنیم بذارید من یکم بزرگش کنم ببینین دیلی هستیم دیگه این کندل سبز مال پنجشنبه شنبه است این کندل قرمز مال جمعه است جمعه هر کاری کرد نتونید ببین این 50 درصد این کندل اینم یک سوم این کندل جمعه هر کاری کرد نتونست یک بیاد پایین خب این برای من تریدر یک نشونه خوبه ا این کندل خیلی کندل و قدرتمندیه برگشت نمودار رو جلوش گرفته حالا کافیه این یه حرکت رو به بالا بکنه جایی که من خودم وارد میشم اما بد نیست یک نگاهی هم به یه تایم فریم داشته باشیم ویکلی ببینین قبلا هم دو بار تا این حوالی اومده و برگشت خورد این حوالی که میگم خودش رقم زیادی ها چون دا این ویکلی رو نگاه میکنیم خب ببینید همین تیکه که الان من گفتم خودش 74 پیپه خب ولی معلوم نیست میتونه ریزش هم داشته باشه توی ویکلی که نگاه میکنین خب یه خورده معلومه زیادی ارتفاع گرفته احتمال برگشتش هست خب ولی توی تایم های پایین تر به اون صورت بهتون حالت برگشتی نمیده ولی باز با همه اوصاف حواس رو جمع کنیم بعد میبینین توی دیلیش همیشه از این سبز مووینگ ارواج از مووینگ ارواج پنجه ما برگشت داشتیم خب مووینگ ارواج آبی اونقدر تاثیر گذار نبوده به راحت قطع می‌شده الان هم شاید این هفته بخواد بریزه تا مووینگ پنجه یه اصلاح دیگه انجام بده مثلا از اینجا بکشه بالا نمیدونم به هر حال گفتم که چون توی ویکلیش هم جای جالبی قرار گرفته بود گفتم باهاتون شیر کرده باشم اینو یو اس هم داریم یو اس هم یک نزول خیلی خیلی سنگین انجام داده ولی توی حالا من انتظاری به صعود این ندارم ولی همونطور که می‌بینیم توی دیلیش ما یه حالت واگرایی استوکاستیک داریم یعنی اگه این سطح الان توی دیلی هستیم این سطح این بالا شکسته بشه میتونه برای ما یک بای برمقام بیاره خب حالا خیلی چیز دست به نقده نیست ولی اتفاق دور از ذهنی هم نیست ممکنه این اتفاق بیفته خب پس اینم هم بعد نظر قرار داده باشه اوکی این چیزایی بود که واسه من جالب بود برمیه جفت ارزامی نگاهی کردم چیز خاصی توشون نبود به نظر من اینا بهتر بود با هم دیگه شیر کردیم بابت صحبت های اول ویدیو هم امیدوارم که سرتون رو درد نیورده باشم بعد دوست داشتم که باهاتون در میون بذارم این قضیه رو امیدوارم هر کجا که هستین سعی و سلامت باشین یک هفته همراه با سلامتی و موفقیت روزافزون در انتظارتون باشه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم